بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما رفقای نازنین هم خیلی مخلصیم امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه تو این جلسه ان قراره که با همدیگه دیگه ادامه بحث ماشین های گرمایی رو ببینیم راجبه بازدهشون با هم دیگه صحبت کنیم ببینیم که در چه حالتی بازده مکسیموم حالت خودش رو داره فقط نکته ای که خیلی مهمه و حائز همیت و من باید اینجا به شما تاکید کنم اینه که ما ایشالا تو این قسمت راجع به چرخه کارنوی صحبت میکنیم که برای بچههایی که یازدهم و دوازدهم هستن از این موضوع سوال خواهد اومد ولی بچههایی که الان دهم ده هستن چرخه کارنو از کتابشون حذف شد و اشارهی بهش نشده و نیازی نیست ببینم ولی حالا اگر دوستش هم ببینم صرف هم برای اینکه معلوماتشون افزایش پیدا کنم ولی سوالی ازش مطرح نخواهد شد بریم ببینیم بریم سراغ اولین بحثمون یه دونه تمرین با هم دیگه داریم که همون بحث بازه ماشین های گرمایی هست که در ادامه این رو باید حل کنیم و بعدش شالا بریم وارد بحث کارنو بشیم که حالا ایشالا توضیحاتش رو در سر جای خودش بنده خواهند میگه نمودار پیوی مقابل توسط 25 صد مول گاز تک اتمی پیموده می شود بیابید الف دما در نقاط مختلف چرخه چند است بیم راندمان چرخه چند است خب تو تا به اینجا راجع به راندمان چرخه حال قسمت الفشو که بارها دیده بودی تو سوال قبلی من برای حل کرده بودم ولی اینکه راندمان چرخه چند است یه جدیده برای تو که باید الان من مفصل راجش ما توضیح بدم برم اول قسمت الف رو حل کنم که به من گفته دما در نقاط مختلف رو به دست بیاد اینجا رو به هم داده دو اینجا رو بهم به داده شیش اینجا رو به هم داده چهار اینجا رو بهم به داده هشت چرخم هم ساعت گرد داره میچرخه اینجا آ بی C و دی خواهد بود خب ارزم به حضور شما که اگر یادت باشه مثلا من برای این نقطه رو برای این نقطه آ رو میگم آقا برای نقطه A میگم که PV برابر است با ان آر تی پیش قدر چهار زب داره ویش قدر دو یه دونم زب داره صد کنم که ارزم به حضور شما به SI تبدیل بشه چون اینجا اتمسفر اونجا هم لیتره این برابر است با NRT 25 صد هم میشود یک چهار روم زب در R8 تی از اینجا به دست میاد که این با این با این با هم دیگه میرن این به چهار میشود دو این به چهار یک این دو هم با این دو ساده میشه T A از اینجا به دست میاد برابر با 400 واحدش هم که کلوینه چون همه چیز رو بر حسب اس گذاشته بودن خب دما اینجا میشه چقدر بچه ها؟ 400 حالا الان اینجا نام کنتا میتونیم بری برای بی هم دوباره این رو بنویسی برای بی این هشته ولی من اینو اینطوری میگم میگم آقا پی وی مگه برابر با این آر تی نیست الان وی ثابته فقط پی دو برابر شده پس تی هم باید دو برابر بشه دیگه پس اینجا این میشه برابر با 800 اگر نمیفهمی من هم بذارم اگر نمیفهمی برو حساب کن یعنی بر نقطه بی هم دوباره بنویس pv برابر است با nr t این از خب الان توی اینجا توی این بر از بی تا c در فشار ثابت حجمم چند برابر شده ببین سه برابر شده پس اینم باید سه برابر سه اشا چهار تا پس دمای اینجا هم میشواد 2400 کلی خب الان از C تا D از C تا D در حجم ثابت فشارم نصف شده فشارم نصف شده پس این دماشم نصف میشه اینجا میشه برابر با 1200 کلوی من دما در نقاط مختلف رو به دست آوردم این حالت الفش تو اگر سوال بگه که دما در نقاط مثلا در انتها بگه برای تک تک نقاط باید این پی وی برابر است با ان رو شما یادداشت بفرمایید برم سراغ قسمت ب که داره با من راجع به راندمان صحبت میکنه خب یه دقیقه با من بیا پای تلویزیون بچا این چرخه ای من یک راندمانی داره درسته راندمان برابر با چی بود من فعلا اون بر نرم یه این کوچولو اینجا بنویسم که یه مقدار راجبه نمودارش باید صحبت کنم راندمان میگفت که آقا مقدار دبلیو تقسیم بر کیوه هاش این رو قبول داریم خب الان راندمان رو من داخل چرخه چجوری به دست میاردم یادت میاد میگفتم مساحت داخل نمودار نه بگی مساحت زیر نمودار و مساحت زیر نمودار رو اینجا هم شامل میشه مساحت داخل نمودار در چرخه اون تو پیوی بود که مساحت زیر نمودار هر فرایندی کار رو بمیداد ولی اینجا چون همزمان دوتایه این تیکش کم میشد فقط مساحت داخل رو حساب میکردم خب <تص> دبلیوش که من میخوام راجع به کیو هاش صحبت کنم میفته این؟ من میخوام راجع کیو هاش صحبت کنم بچه ها کیو هاش کجاست؟ اصلا کجا داره کیو هاش اتفاق میفته؟ مثلا یعنی چی کیو هاش؟ من تهرواره یه ماشین گرمایی رو که اگر دوباره بکشم یه دونه کیو های هاشی میومد یه دبلیوی انجام میشد یه QSC یا QS الی از اینجا خارج میشون الان من اصلا نمیدونم q هاش چیه من مثلا تو سوال قبلی که جلسه قبلی حل کردیم میگو آقا مقدار گرمایی که مثلا از منبع گرم دریافت میکنه اینقدر من میفرنم q هاش هم انقدر. یا مثلا مقدار گرمایی که به منبع سرد میده اینقدر ولی الان به من یه نمودار صرف انداده یه نمودار پیوی داده که داخلش یک چرخه داره اتفاق میفته من از کجا بفهمم این کیو هاشم چیه نگاه کن باید مفهوم رو یاد بگیری توی این طرحواره ای ماشین گرمایی کیو هاش چه کیویه مقدار گرمایی که داره میگیره ببین همه نکته سوال اینه پس این رو بنویس <applause> که کیو هاش گرماهایی که داره دریافت میکنه گرماهایی که دریافت میکند خیلی مهمه او او او, 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 او. یعنی اون جاهایی که داره گرما میده اونا جز کیو هاش حساب نمیشه اونا جز چی حساب میشه جز کیو ال یا کیو سی حساب میشه اونجاهایی که گرما دریافت کرده جز کیو هاش حساب میشه حالا برم ادامه سوال رو حلش کنم خب میگم راندمان برابر است با مقدار کار تقسیم بر کیو هاش خب من اول مقدار دبلیو رو به دست بیارم مقدار دبلیو برابر است با مساحت داخل که میشود چار زب داره اینجا هم چهار ضبط در یه صدم کنم که به حساب چهار تا شونزه هزار و جول خب این از برم راجع به کیو های هاش صحبت کنم الان اینجا رو نگاه کن قشنگ اینجا رو با من نگاه کن الان من چهار تا فرایند دارم چهار تا فرایند دارم که دوتاش هم فشاره و دوتاش هم حجمه میخوام کیو هاش رو حساب کنم آقا من اگر گرما دریافت کنم دمام میره بالا یا دمام میاد پایین در این حد زایشو نمیدونی از داداش کوچیکت بپرس بگو من الان یکی به من گرما بده من دمام میره بالا یا میاد پایین بنده خدا دیگه واضحه که تو اگر گرما دریافت کنی دمات میره بالا الان اینجا رو نگاه کن الان اینجا نگاه کن توی این فرایند این دماش رفته بالا آها پس این یعنی گرما گرفته اینجا چی؟ اینجا دماش از 800 رسیده به 2400 بله این هم دماش رفته بالا یعنی این هم گرما گرفته میفته اینجا اینجا چی؟ از 2400 دماش رسیده به 1200 این گرما از دست داده که دماش اومده پایین پس این دیگه جزء اون چیزی که من میخوام نیست اینجا هم دوباره همینطور از 1200 رسیده به 400 این هم نیست این هم دماش اومده پایین پس این دوتا میشن کیوهای هاشه بنده که از منبع گرم دریافت کردم اینها هم میشن کیوه ال یا کیوه های سیه بنده که حالا من باید هر این دو تا کیو هاش ها رو حساب کنم کیو هاش رو که میخوام حساب کنم دو تا مرحله است دیگه واضحه دیگه یه تیکش برای عرضم به حضور شما که هم حجمه یه تیکش برای هم فشار هست من اسم اینجا رو بذارم کیو هاش مثلا یک اینجا رو بذارم کیو هاش دو که این میشود کیو هاش یک به علاوه کیو هاش دو فرقی نمیکنه حالا این صفحه اندیسا رو برای این گذاشتم که متوجه بشی کام کنم برای حالت اول این هم حجم هستش هم حجمه گازم چند اتمی تک اتمی پس می شود سه دومه ارزم به حضور شما که پی دلتا وی آها تو ان آر دلتا تی هم میتونی بنویسی دیگه چرا چون هم انو داری مقدار مول رو داری هم آر رو داری هم دلتا تیرو داری جفتش میتونی میاری فرقی نمیکنه از هر کدوم دلت میخواد الان میتونی دیگه حساب کنی ولی دیگه اینجا چون پی و ایناس من حال میکنم با اون بنویسم پی زب در دلتا وین چقدر از چهار رفته به هشت پس میشه هشت منهای چهار که میشود چهار فقط یه دونم هم صد انجام بدم که به اس آی به من جواب بده این به علاوه بعدی هم فشار تک اتمی میشه 5 دوم آر میشه 5 دوم پی دلتایه، پنج هشت زبدره دلتا پی 5 دوم 8 ضرب در دلتا وی چقدره از دو رفته به 6 پس میشه 6 منهای 2 که میشود 4 دوباره یه دونه هم ضرب در 100 به خاطر اس آی این دو با این دو میره این با این میشود دو از اینجا این میشه از سه تا دوازده هزار و دیویست این دوپنج تا ده تا اینو میشود این به علاوه 8 هزار کلا میشود 1 با 8 زار میشود ن20 ژول که من اگر اینجا جایگذاری کنم میشود 160 ژول تقسیم بره ۹ که فقط چون معمولا به درصد میخواد میگه درصد یدونه در سد کنم که اگر این رو کنید تقریبا برابر با 15. درصد خواهد شد من فقط یک بار اینها رو که پی دلتا وی اینا نوشتم یه بارم ان آر دلتا تی بنویسم ببینی که همون میشه مثلا یک شو بنویسم میشه از سه دوم ان آر دلتا تی دیگه سه دوم ان یک چهارم آر 8 زب در دلتا تی هم از 400 رفته به 800 میشه 800 ننهای 400 میشه 400 الان نکن کن این با این می شود 100 این با این می شود 4 3 4 تا 12 تا 2 تا داره دوباره شد 1200 ببین که این 1200 این هم دقیقا 1200 فرقی نمی کنه از هر کدوم بری دوباره همین خواهد شد سوال خوبیه اینکه بحث اینکه کجاها کیو هاشه و کجاها کیو سی یا کیو ال شما باید این رو متوجه بشی و نکته هایی که گفتم رو حتما یادداشت کنی یه فضای نسبتا زیادی بهت دادم که این رو شما یادداشت بفرمایید. بچه ها نکته ای گفتم حالا شاید اگر یه درصد براتون سوال بشه اگر بخوای این ترواره رو تکمیلش کنی این که در اومد 1600 این کیوه هاش در اومد 9200 طبیعتا این جمعش با این باید بشه برابر با این که میشود برابر با 8000 و 7600 خواهد شد که بله 7600 با این جمعشی می شود 9200 خب حالا یه درصد یه دانش آموز دیگه بگه آقا تو که همین چی برای من حساب کردی این تیه هاش و این تیه ال رو هم برای ما حساب یعنی دما دمای منبع جن و دمای منبع سر میگم خیلی خوب دمای منبع گرم یعنی با من بیا جایی که بیشترین دما رو دارم و دمای منبع سرد یعنی جایی که کمترین دما رو دارم الان بیشترین دما اینجا کجاست واضحه که اینجا سیگه پس این میشود برابر با تی اچ و این چهار سده میشود برابر با تی ال یعنی من اگر بخوام جای گذاری کنم میشود برابر با انگار که این اینجا این 2400 کلوین هستش و اینجا هم این برابر با 400 کلوین خواهد بود گفتم این تحواره ماشین گرمایی هم اگر بخوای کاملشونی به این صورت خواهد شد بچه ها در ادامه بحث ما به چرخه کارنو میرسیم فقط نکته ای که باید بهت بگم اینه که چرخه کارنو برای بچه هایی که الان دهم ده هستن حذف شده از کتاب اصلا نیازی نیست ببینن ولی بچه هایی که یازده و دوازده هستن این رو باید ببینن چرخ کانون ازش سوال میاد منم مفاهیم شاوردن فکر یه یکی دو تا هم سوال برات حل میکنم اینشالله از چرخ کانون ولی میگم اگر نیاز داری که بیشتر ازش سوال ببینی انشاالله از اساتید دیگه استفاده کنی و مشکلت رو حل کنی ولی حالا مفاهیمش رو بهت میگم بچه دوم چیز خاصی نداره یه چیز جالبم هست اینکه اصلا داستان از چه قراره خودش خوبه ولی میگم نیازی نیست سوال ازش مطرح قطعا نخواهد شد میگه چرخه کارنو میگه دانشمندی به نام کارنو اثبات کرد آقای کارنو اومد اثبات کرد میگه اگر تمام راه های افزایشی بازده انجام گیرد یعنی من هر راهی که بلدم تا بازده ماشینم رو افزایش بدم رو انجام بدم راندمان چرخه از مقدار مشخصی بالاتر نمی رود یعنی این نیست که تو هی بتونی رو بهترش کنی یعنی یه, جایی دیگه بشه، دیگه بیش از اون شما نمیتونید راندمان چرختون رو ببرید بالاتر که به آن راندمان کارنوی چرخه میگویند پس چی میگه؟ میگه آقا اگر شما تمام راه ها انجام بدید برای افزایش راندمان راندمان چرخه از مقدار مشخصی بالاتر نمیره که به آن راندمان کارنوی چرخه میگویند این راندمان در هر چرخ متفاوته طبیعتا اگه این یه چرخه باشه با یه چرخه دیگه خب فرق میکنه دیگه و دارای بیشترین راندمان میباشد نکته ای که خیلی اهمیت داره اینا رو نها کن یه نمودار پیویه اینا همدماهان نای فرایند های هم دما که اینجا دما بالاست اینجا هم دما پایینی است میگه آقا اگر کار نروخ بده اگر کار رخ بده تو به جای کیو سی به روی کیو هاش یا همون کیو ال به روی کیو هاش میتونی بنویسی تی سی به روی تی هاش یا تی ال به روی تی هاش ببین در حالت عادی این جرمای گرمای گرفته شده از منبع گرم و گرمای داده شده به منبع سرد اینجا دمای منبع سرد و دمای منبع گرمه این دوتا فرق دارن با هم دیگه ولی اگر کار نروخ بده من به جای این میتونم این رو بنویسم پس من به جای ارزم به حضور شما که به جای این میتونم این به جای این کارنو وقتی رخ بده بازده من بیشترین حد خودشه دیگه ماکسیموم حد خودشه دیگه پس از اینجا من میتونم اینطوری بنویسم که بازده ماکسیموم بنده برابر است با یاد میاد میگفتم یک منهای کیو سی به روی کیو هاش من الان اینو اینطوری میتونم بنویسم یک منهای تی سی به روی تی هاش یا تی ال به روی تیه هاش من این رو میتونم به جای این جایگزین کنم خب بریم ادامه بحثمون یه نکته خیلی مهمی که ما در کانو داریم اینه میگه آقا هر چقدر اختلاف این تیه هاش و این تیه سیه بیشتر بشه از همدیگه بازده شما افزایش پیدا میکنه بازده شما افزایش پیدا هرچی که اختلاف تیه هاش با تیه سی شما بیشتر باشه الان اینجا هم کن واضحه دیگه هرچی که اختلاف این دوتا بیشتر باشه عملا بازده شما مقدار بیشتری هست ولی در هر حالت برای هر چرخه وقتی کارنو اتفاق میفته ماکسیموم بازه رو داره به تو میده ولی در چرخهای مختلف هرچی که این تیه سی و تیه هاش اخت... تیه سی و تیه هاش اختلافشون بیشتر باشه این ان ماکسیمومه هم بیشتر خواهد بود پس این رو هم اونجا بنویس که هرچی تی سی و تی اختلافشون بیشتر باشه این بازده ماکسیموم من بیشتر خواهد بود میگه در تمرین قبل در راندمان کارنو چرخه رو به دست بیاری در تمرین قبل تمرین قبل کدوم بود این تمرین بود که من اعدادش رو پاک کردم الانم یادم نیست که اعدادش چند بود بذار فکر کنم فکر یادم بیاد ماکسیموم بنده میشه یک منهای تی سیم بود 400 بله یاد آمد 400 و 2000 و 4 چار... بله 2400 و... بله الان یاد آمد این دو تا صفر با این دو تا صفر میره که از اینجا این تقریبا یه دونم زرد در صد میکنم که به درصد بمید تقریبا برابر با 85 درصد خواهد شد اینم تمرینی که در ادامه ما دیدیم بچه ها یه سوال معروفی که از شرخه کارنو میپرسن این هستش که میگن دو تا ماشین گرمایی داریم یکی این شماره یک اینم شماره دو دو تا سیکل رو دارن پی میکنن میگه که به راندمان کارنوی چرخه یک و دو با هم دیگه صحبت کن بحث کن که کدوم یکی مقدارش بیشتر یا کمتر یا مساوی هستش من نکته که بهت گفتم اینه هرچه آقا اختلاف تی با تی هاش بیشتر باشه مقدار راندمان ماکسیمم بیشتر هستش پس اینجا چون که تی اس ببین الان تو دو تی سی و تی آش این میشه تی هاش برای این این میشه تی سیش اینقدر اختلافش ولی برای این این میشه تی هاش و این همین میشه تی سی و اختلافش خیلی بیشتر از پس اتا ماکسیموم یک بیشتر از اتا ماکسیموم دو خواهد بود پس یک از دو بیشتر هست <applause> تمرین بعدی میگه که بازه کارنو یک چرخه چهل درصد است اگر از دمای چشمه سر 20 درصد کم کنیم راندمان کارنوی این چرخه چند درصد تغییر میکند؟ خب بچه ها ارزم به حضور شما که راندمان کارنو برابر بود با چی یک من های تی سی حالا یا تی ال فرق نمیکنه در پر دلت به روی تی هاش الان خودش گفته این الان برابر با چقدر چل درصد یعنی چل صدم یعنی چهار دهم ده برابر با یک من های تی سی به روی تی هاش که خب این از اینجا به دست میاد برابر با 6 دهم حالا خودش بهم چی گفته میگه اگر از دمای چشمه سر 20 درصد کم کنیم پس این برابر می شود با یک های رختی میگه 20 درصد کم میکنیم یعنی به جای تی سی بنویس 80 درصد تی سی یعنی یا 8 دهم ده تی سی تی هاش هم که تغییر ندادم این میخوام برابر با چقدر میشه دیگه خب این تی سی به تی هاش رو که من اینجا به دست آورده بودم برابر با 6 دهم ده هم. یعنی میشود 6 8 چهل و تا چهار و یعنی میشه یک منهای ارزم نوزه 48 شش چهل و هشت, هشت صدوم که از اینجا این به دست میاد برابر با پنجاه و دو صدوم زب در صد کنن تقریبا میشه پنجاه درصد ولی از من اینو نخواسته گفته چند درصد تغییر میکنه اول اول اینجا چهل درصد بوده و بعد شده پنجاه و دو درصد یعنی دوازده درصد تغییر کرده دوازده درصد افزایش یافته است حالا احتمالش مثلا بهت بگه که بر فرض مثال بر فرض مثال مثلا 20 درصد تیه هاش رو زیاد کردیم اون وقت به جای اینم یک و دو دهم ده تیه هاش اینها رو ان دیگه خودت میتونی متوجه بشی